درود بر دوستان عزیز و همراهان گرامی کانال محمود بیز. امیدوارم از ویدیوهای این کانال استفاده کافی رو برده باشید. امروز قصد دارم براتون اطلاعاتی رو در مورد بازار فارکس ارائه کنم و با هم این بازار رو بررسی بکنیم و ببینیم که در این بازار چه چیزهایی خرید و فروش میشه. اصلا این بازار به درد ما میخوره یا به درد ما نمیخوره، ما میتونیم درش فعالیت داشته باشیم یا خیر. ابتدا از این قضیه شروع میکنم که اصلا معنی فارکس چی هستش. خود کلمه فارکس از کلمه دو تا کلمه لاتین فارکس اکسچنج که به معنی تبادل ارزهای خارجی هستش میباشد. منظور از تبادل ارزهای خارجی چی هستش؟ یعنی تبدیل یک ارز به ارز دیگه، که خب در این تبادل برای خرید و فروش کالاها، خدمات شرکتها، هزینه سفر و خرید مسافران یا سرمایه گذاری های اشخاص و بنگاه ها در کشورها مورد استفاده قرار میگیره. شاید از خودتون بپرسین که خب در این بازار چه چیزایی با هم تبادل میشه؟ ما میتونیم این رو بیان بکنیم که در این بازار که اسمش اصلا هست روش تبادل ارزهای جهانی، ارزهای مختلفی مثل دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و دیگر ارزها و همچنین سهام شرکت‌های مالی، مؤسسات بزرگ، اینها معامله میشه، فلزات گرانبها. خب اینها توسط چه کسانی معامله میشه؟ خب اینها توسط بانک‌ها، شرکت‌های چند ملیتی، تجار، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های مثلا صادرات و واردات و حتی اشخاص حقیقی که خود شما و بنده و دیگران باشیم مورد معامله قرار می‌گیره. در کل معامله در بازار فارکس به معنی کلمه‌ایش یعنی عبارت از خرید یک ارز و همزمان فروش ارز دیگری. بازار فارکس به این معنی که یک مکان مشخصی داشته باشه نیست. یعنی این بازار از طریق شبکه الکترونیک معاملگران رو به هم وصل میکنه. ماهیت معاملات فارکس یعنی خارج از بورس، که در اصطلاح با کلمه مخفف OTC که یعنی Over the Counter هستش. یعنی مرکز مشخصی نداره، اما در حقیقت مرکز اصلی تجارتشون در کشورهای لندن، نیویورک و توکیو قرار داره و بانک ها رو از سراسر جهان متصل میکنه که میتونن به معاملات این ارزها بپردازن. ما برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزها همونجوری که مطلع هستین در بازار فارکس که مثل تمام بازارهای مالی دیگه دنیا هستش، از تحلیل هایی به اسم تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده میکنیم. که خب برای تحلیل بنیادی یک جفت ارز باید وضعیت اقتصادی و سیاسی اون جفت ارز مورد بررسی قرار بگیره. یعنی ببینیم مثلا از جمله عوامل اقتصادیش میتونیم به سیاست‌های پولی بانک مرکزی اون کشور اشاره بکنیم و تمایل اون به افزایش یا کاهش مثلا نرخ بهرهشون، میزان اقتصادیشون، نرخ تورمشون و دیگر مسائلشون. که خب شما میتونید این اخبار رو در سایت هایی که تقویم اقتصادی رو اعلام میکنن مثل سایت investing.com یا forex factory یا fxstreet.com و اینها رو داشته باشین و از نزدیک ببینید. و خب کارشناسانی هم هستن که اینها کارشناسان خبره‌ای هستند و میتونن در اونجا اونها رو پیش بینی کنن و گزارش میدن. و خب در اونجا هستش که در اون سایت اگه تشریف ببرید که آدرسش رو در پایین همین ویدیو براتون میذارم، میبینید که خب اعدادی وجود داره که اعداد گذشته بازار بوده، اعداد پیش بینی شده است و خب بعد از اون اعلام خبرها که در اون ساعت‌های مشخص اعلام میشه، اون عدد واقعی اون خبر هم منتشر میشه. که خب این باعث میشه اون ارز اول در مقابل ارز دوم تقویت بشه یا تضعیف بشه.
خب اخبار سیاسی هم هست، مثل انتخابات، جنگ و تأثیر اون مستقیم بر سرمایه گذاران هستش که سرمایه گذاران باید به این خیلی توجه داشته باشن، یعنی این اخبار رو هم مورد نظر بگیرن. مثلا چند وقت پیش خبر برگزیت انگلستان منتشر شد و خب ما دیدیم که ارزش پوند با چه قیمت زیادی سقوط کرد و خب متعاقبنش اخبار این منتشر شد که در نتیجه رفراندومش انگلستان از اتحادیه اروپا جدا میشه و خب مجدد دیدیم که باز هم یک مقدار سقوط رو شاهد بودیم درش. روش دیگه هم که در این بازار میتونیم پیشبینی جفت ارزها رو داشته باشیم و سهام رو داشته باشیم، روش تکنیکال هستش که در کنار اون اخبار فاندامنتال یا روش فاندامنتال میتونیم استفاده بکنیم. روش تکنیکال از ابزارهای موجود در نرم افزارات معاملاتی بهره میگیریم و میتونیم با اون ابزارها، الگوها یا اندیکاتور و اکسپرت ها به معامله بپردازیم، که خب این روش تکنیکال هم در بین تریدرها و معاملگرها از اعتبار بالای برخوردار هست و به اصطلاح تریدرهای تکنیکالیست معروف هستند و میشه سودهای خوبی رو گرفت از این روش تحلیل با استفاده از ابزارها و الگوریتم‌های موجود. خب حالا به این قسمت میرسیم که معاملات در بازار فارکس چطور هستش. خب ما یه تاریخچه کوچیک بگیم خدمت شما، این که در گذشته معاملات فقط از معاملات ارزها از طریق بانک‌های بزرگ انجام می‌شده و خب به تدریج بانک‌ها هم برای افزایش منافع خودشون به مشتریانشون بها دادن، اولویت دادن. بعد سایر مؤسسات مالی و شرکت‌های چند ملیتی هم این مسیر بانک‌ها رو پیش گرفتن و با یواش یواش با پیشرفت اینترنت و اینا اشخاص عادی مثل من و شما هم تونستن در این بازار با سرمایه‌های اندک حضور پیدا بکنن و خب این شرکت ها، بعضی از این شرکت ها که به اصطلاح کارگزار یا همون بروکر هستند، اینها نرم افزارهایی رو در این راستا ارائه دادن که میتونن نرخ لحظه‌ای ارزها رو جمع‌آوری بکنن از بانک ها و اون رو به مشتریانشون ارائه بدن و خب مشتریان هم میتونن اون نرخ ها رو، جفت ارزها رو داشته باشن نرخاشو، و در آن واحد سفارشی رو به کارگزاران بدن و کارگزاران هم نقشی که ایفا میکنن این هست که سفارشات این رو به بانک ها انتقال بدن و اینها رو اجرا بکنن. خب پس ما قدم اولی که داریم این هست که ما یک کارگزار معتبر رو در این بازار پیدا بکنیم، که من در اینجا سه تا از کارگزارانی که نام‌های خوبی دارند و معتبر هستند در بازار ایران و حتی در دنیا به دوستان معرفی میکنم و لینکشون رو هم در پایین ویدیو قرار میدم که اگر دوستان خواستن میتونن از اونجا در این کارگزاری ها افتتاح حساب بکنن. یکی از اونها کارگزاری یا بروکر فارکس تایم هستش، یکی از اونها بروکر هات فارکس هستش و یکی هم که آلپاری هستش. خدمت شما عرض شود که قدم اول شما برای انجام معامله این هست که یک کارگزار مناسب رو پیدا بکنید و اینکه اون کارگزار با شما، یعنی برای شما افتتاح حساب انجام میده، که خب این سه تا کارگزاری که خدمتتون معرفی کردم تمامشون زبان فارسی رو پشتیبانی میکنن و پشتیبانی فارسی هم دارن در 24 ساعت هفته، در 24 ساعت شبانه روز اسخای میکنم و 5 روز هفته شما میتونید باهاشون چت زنده داشته باشید یا درخواست تلفنی به اونها بدین و اونها با شما تماس میگیرن و خب بعد از اینکه افتتاح حساب رو باز کردین، مبلغ رو به عنوان سپرده نزد این کارگزاری ها میذارین، به نام خودتون افتتاح حساب میفرمایید و از طریق نرم افزارهای معاملاتی که اینها ارائه میدن مثل
متا تریدر که معروف ترین نرم افزار معاملات در بازارهای مالی یا فارکس هستش، که خب در دو نوع متا تریدر 4 و متا تریدر 5 هستش، که اینها هم بر روی سیستم عرضه میشه، هم میتونید به صورت آنلاین از طریق وب تریدر یا در خود وبسایتشون معامله بکنید، یا اینها رو بر روی موبایلتون داشته باشین، میتونید به حسابتون متصل بشین و از طریق این معاملات به بازار جهانی، به بازار بین بانکی متصل بشین و خرید و فروشتون رو انجام بدین. خب در این نرم ابزارهای معاملاتی همانند متا تریدر شما دستورات خرید و فروشتون رو به کارگزار میدین و اون کارگزار موظف هست که برای شما این دستورات رو اجرا بکنه، یعنی به بانک منتقل بکنه. خب این نرم افزار با بیش از 20 تا زبان مختلف دنیا رو که فارسی هم جز اونها هست پشتیبانی میکنه و هر فردی با توجه به ارز مورد معاملش، قیمتی که انجام میده یا حجم معامله که منظور همون عملیات خرید و فروش هستش، به کارگزار اسپرد پرداخت میکنه که به اصطلاحش میشه اسپرد یا کارمزد معاملاتی، و اون کارگزار سودش از همین اسپرد یا کارمزد معاملاتی هستش که همین رو به عنوان دستمزد خودش از مشتری دریافت میکنه. در بازار فارکس معاملات همیشه بر اساس جفت ارز انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا به عنوان مثال ارزش یورو رو باید بر اساس یک ارز دیگه بیان بکنیم، مثلا قیمت یورو در مقابل دلار، یعنی یک یورو چه میزان برابری نسبت به دلار ارزشش هستش، یا مثلا یورو در مقابل پوند، یعنی ارزش یک یورو چه مقدار پوند هستش. ما جفت ارزها رو به نمادهای اختصاری داریم، مثلا یورو دلار، اگه اجازه بدید من اینها رو روی متا تریدر به شما نشون بدم. در این قسمت شما میتونید سیمبل ها یا نماد ها رو ملاحظه بفرمایید. مثلا در این سیمبل پوند به دلار هستش، یعنی ارزش پوند انگلستان در مقابل دلار امریکا هستش، یا در ارز بعدی دلار به جی پی وای هستش، یعنی ارزش دلار امریکا به ین ژاپن رو میتونید ملاحظه بفرمایید. همچنین بعدی دلار امریکا به CHF که فرانک سوئیس هستش. یکی از خوبی‌های بازار فارکس این هستش که این بازار 24 ساعته هستش در 5 روز هفته، یعنی در این بازار اصلاً چیزی به عنوان خواب وجود نداره که بازار تعطیل باشه. در این 5 روز باز هستش، از صبح دوشنبه این بازار باز هستش تا آخرین ساعات پایانی روز جمعه. این بازار در سراسر جهان تمام شرکت‌ها به معامله می‌پردازند، مثلا در زوریخ، هنگ کنگ، فرانکفورت، لندن، پاریس و بقیه کشورها. هر وقت که بازار ایالات متحده آمریکا بسته میشه، دقیقاً زمانی هست که روز کاری در توکیو و هنگ کنگ شروع میشه. و این ساعت کاری برای معامله‌گرا خیلی مطمئن شده، یعنی شما هر زمانی از ساعت شبانه روز که باشه و کار داشته باشین، کار پرمشغله هم داشته باشید، میتونید به راحتی بیاین و به اون معامله بپردازین و اصلا جای نگرانی نداره که در فلان ساعت مثلا بازار بسته میشه، چون 24 ساعته هست، به راحتی بدون هیچ گونه نگرانی میتونید به معاملاتتون بپردازین. خب یکی از نکات دیگه‌ای که این لازم هست که معامله‌گران بدونن به اسم اعتبار اهرمی یا لوریج معروف هستش در بازار، که این اعتبار اهرمی قدرت میده به تریدرها که بتونن معاملاتی رو انجام بدن و معاملات بزرگتری رو انجام بدن. خب این به چه معنا هست؟ یعنی اینکه وقتی که تریدر بخواد یه معامله رو انجام بده، نیاز نیست که کل سرمایه اون معامله رو داشته باشه، با 1-2% از سرمایه اون معامله و با اعتباری که اون بروکر بهش میده که در اصطلاح لوریج گفته میشه، میتونن اون معامله رو انجام بدن. که خب اگر از این اعتبار یا اون لوریج استفاده نکنه، اون سود و ضرری که
معاملگر انجام میده خیلی پایین خواهد بود و اصلا برای معاملگر هیچ جذابیتی وجود نداره. خب به طور معمول در بازارهای فارکس لیوریج ها از عدد 1:1 شروع میشه و تا بعض در بعضی از بروکرها به 1:1000 و 1:2 هم میرسه که در بروکر اکسنس 1:2 رو ما شاهدش بودیم و الان در بروکر هات فارکس که خب در اینجا مشاهده میکنید بروکر هات فارکس رو تا 1:1000 این بروکر لیوریج یا اهرام مالی رو به شما ارائه میده. خب ما مثلا شما در بازار به طور معمول 1:100 رو انتخاب میکنید، یعنی در حقیقت 1 قسمت از معامله رو شما میذارین و 100 قسمت معامله رو اگر بخوایم به زبان ساده تر بگیم بروکر برای شما قرار میده. یعنی اینکه اگر شما $1000 داشته باشین معادل $100,000 میتونید ترید بپردازید. البته این رو ناگفته نمونه، یعنی من براتون بگم که لیوریج بالا برای افرادی که تازه وارد این بازار میشن در نگاه اول میتونه هم وسوسه کننده باشه و جذاب باشه، ولی خطراتش هم باید در نظر بگیرید، چون که ممکنه بتونید یک شبه مثلا فکر کنید با این لیوریج من میتونم پولدار بشم و دیگه من تونستم بازار فارکس رو فتح کنم با یه مبلغ خیلی کم سود کلانی به دست بیارم، ولی لیوریج بالا برای افرادی که تجربه کمی دارن در کسری از ثانیه میتونه تمام سرمایه شما رو از بین ببره. پس در اوایل کارتون سعی بکنید که از لیوریج های معقول استفاده بکنید و حتما آموزش ببینید این بازار رو، مطالعه داشته باشین روی این بازار، از ویدیوهای آموزشی رایگانی که در یوتیوب وجود داره، در فضای اینترنت وجود داره، در کانال ما وجود داره استفاده بکنید و علمتون رو بالا ببرید که خدای نکرده دچار ضررهای سنگینی نشید. خب با چند تا از اصطلاحات بازار فارکس من شما رو آشنا بکنم. یکی از این اصطلاحات پیپس هستش که ما بهش واحد سنجش تغییرات جفت ارزها میگیم، یعنی اینکه ما پیپس رو مثلا در بروکرها هستش، بروکرهایی داریم که 4 رقمی هستند، 5 رقمی هستند و اینکه ارزش یک ارز نسبت به اون ارز دیگه چند عدد بالا بره اون واحد رو ما بهش پیپ میگیم. مثلا میگیم ارزش یورو به دلار مثلا 8 پیپ جابجا شده، بالا رفته یا پایین اومده. اصطلاح بعدی که مد نظرم هست که شما رو باش آشنا بکنم اسپرد هستش، که خب این اسپرد اختلاف بین خرید و فروش هست، قیمت خرید و فروش هست که اون رو شما در واقع هزینه ایه که برای گرفتن اون معامله به اون معامله‌گر میپردازین، یعنی در اصطلاح اون معامله‌گر که شما خودتون هستین اون هزینه هست که به بروکر پرداخت میکنید، اون اسپرد هستش. خب ما دو تا نرخ داریم در بازار به اسم نرخ خرید و فروش یا آسک و بید، که ما برای خرید با قیمت آسک میتونیم اون جفت ارز رو بخریم، ارز اول رو بخریم، و برای فروش باید با قیمت بید اون رو بفروشیم، که اختلاف بین آسک و بید همون اسپرد ما هستش. خب اصطلاح بعدیمون واحد اندازه‌گیری حجم معاملات هستش که ما اون رو در بازار فارکس لات میگیم، که خب یک لات استاندارد برابر است با 100,000 واحد ارز پایمون، که ما اگر اون رو دلار در نظر بگیریم در اصطلاح اون میشه $100,000، که معنی اون $100,000 میشه $100,000 از اون ارز پایمون. که خب اگر شما یک لات معامله داشته باشین در اکثر جفت ارزهامون معادل $10 سود حالا یا زیان برای یک پیپ هستش. خب این حجم معامله میتونه متغیر باشه در بعضی از بروکرها و در بعضی از بروکرها حداقل شما میتونید با 1/100 لات به معامله بپردازید. خب
ما نتیجه گیری که میتونیم از این بازار انجام بدیم این که این بازار مثل تمام بازارهای مالی، مثل تمام کارها، ریسک داره، معایبی داره، مزایایی داره. میتونیم مزایاش رو نقدشوندگی بالاش بیان بکنیم، امکان استفاده از اهرم معاملاتی که بروکر در اختیار ما قرار میده رو بیان بکنیم، و اینکه این بازار همیشه باز هست و شما میتونید توش معامله بکنید. ولی خب از این طرف معایبش هم بیان بکنیم که شما در جریان معایبش هم باشید. اینکه خب قوانین مشخصی نداره، اینکه مثلا نوسانات شدید میتونه داشته باشه در زمان اخبار و ریسک بالایی هم داره. خب با توجه به اینکه در این بازار سرمایه گذاران زیادی میان و بانک ها هستن و با این توجه به این ریسک بالا، این شما باید این رو در جریان باشین که شما ممکنه کل داراییتون یا قسمتی از اون رو از دست بدین در این بازار اگر توجه نکنید و آموزش کافی ندیده باشید. پس من به شما توصیه میکنم که اطلاعاتتون رو مثل اخبار اقتصادی، اخبار سیاسی و اینکه اطلاعات معاملگری و تریدیتون رو بالا ببرید و سعی کنید همیشه به روز باشید. و اینکه از همه مهمتر در با بروکرهای حساب افتتاح بفرمایید که این بروکرها تایید شده هستند، که من خب چند تا از این بروکرها رو براتون معرفی کردم و لینک های اونها رو برای مطالعه بیشتر براتون در پایان این ویدیو قرار میدم. و خب میتونید کانال ما هم آدرسش رو در پایین قرار میدم براتون، میتونید از آموزش های رایگان اون کانال هم استفاده بفرمایید. خب امیدوارم از این ویدیو استفاده کامل رو ببرین. در آینده من روش باز کردن در یکی از این بروکرها رو، افتتاح حساب در یکی از این بروکرها رو براتون به صورت تصویری توضیح میدم و اینکه شما بتونید بدون مشکل اگر علاقمند بودید در این بروکرها حساب باز بکنید، بتونید باز بکنید. تمام این بروکرها به شما حساب‌های دمو یا آزمایشی رو ارائه میدن که خود بروکر اون حساب رو شارژ میکنه و در حقیقت با در بازار واقعی هستید ولی با سرمایه مجازی. شما میتونید این سرمایه رو افزایش بدید، این سرمایه رو بسوزونید و کسی به شما کاری نخواهد داشت، مثل این حساب که الان مشاهده میکنید و این حساب دمو یا آزمایشی هستش و میتونید روش تمرین بکنید و علمتون رو افزایش بدید و ببینید آیا میتونید طبق اون داشته ها و آموزش هایی که دیدین حسابتون رو رشد بدید یا خیر. خب امیدوارم که شاد و سلامت باشین و اگر به بازار فارکس تشریف آوردین و کارتون رو در این بازار شروع کردید، همیشه پرسود باشید و دور از ضرر. تا آموزش بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.